تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. آیه به آیه با تفسیر ساده و روان و فشرده و قطعه آشنا میشیم. به جزء 11 سوره توبه آیه 37 رسیدیم. آیه رو بشنویم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. توبه به معنای بازگشته. میگن انسان توبه میکنه یعنی برمیگرده از خلافش. وقتی میگیم تاب الله، خدا توبه میکنه، یعنی خدا نعوذ بالله میگه خلاف کرده که توبه میکنه. تاب الله یعنی خدا لطفشو برمیگردونه. انسان از عمل بدش برمیگرده، خدا لطفشو برمیگردونه به انسان. یعنی اگر در یه مرحله لطف خدا از کسی قطع شد به خاطر عمل کرده انسان، دو مرتبه خدا لطفشو برمیگردونه، یعنی لطفشو شامل حالش میشونه. خداوند لطفشو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد. مهاجرین مسلمان های مکه بودن که هجرت کرده بودن به مدینه، انصار مردم مدینه بودن. خداوند لطفشو برگردوند. این باز مربوط به جنگ تبوک. جنگ تبوک گفتیم مشکلات خاصی داشت. یک، فاصله طولانی بود، حدود 600 کیلومتر، به مدینه خیلی راه بود. دو، هوا داغ بود. سه، فصل میوه چیندن میوه ها بود. خب اینا شرایط دشمن قوی بود، اینا شرایط وضع جنگ تبوک بود. از طرفی هم منافقین هم بهانه هایی می آوردن، بهانه گیری می کردن. گاهی می گفتن جنگ تبوک چون دشمنان ما رومی ها هستن، دختران رومی زیبا هستن، ما ممکنه تو جبهه نگام به دخترها بخوره، به تو مناطق اونها که اومدیم زنها اونها رو ببینیم، عاشق بشیم، علاقمند بشیم، گرفتار فتنه بشیم. مثلا به این بهانه فرار میکردن، یعنی از راه مقدس و آبی. یا میگفتن هوا گرمه، یا میگفتن ان بیوتنا اوره، مثلا در مواردی خلاصه هی تعلل می‌ورزیدن. یه عده منافقین که نرفتن، یه عده هم یه مدتی نرفتن ولی بعد خودشون رو به جبهه رسوندن. این آیه می‌فرماد که به هر حال خداوند لطفش رو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد، همونایی که اتبعوه فی ساعت العسره، در روز سخت، در ساعت العسره یعنی در روز شدت به پیغمبر رو پیروی کردن. اگر انسان در شرایط سخت پیروی پیغمبر کرد مهمه. حالا در شرایط سخت، من بعد ما کاد یزیغ و قلوب فریق، بعد از آنی که نزدیک بود قلب یه عده‌ای به سمت نیومدن منحرف بشه، یعنی نزدیک بود عده خلاصه نیان جبهه، اما بالاخره خودشون به جبهه رسوندن. خب نقل میکنن، اسمش هم اومده تو تاریخ، که ابو خسیمه است که یه مدتی سنگین بود و دید که بالاخره زن و عروس و آب خانک و شهر و رفاه اینا رو هم ول کنه بره تو جنگ تبوک، گرما و دشمن و شمشیری حرفا، و یه چند روز نیومد ولی بعد خلاصه خودش رو به جبهه رسون با چند روز تأخیر. حالا خداوند به پیغمبر و رزمندگان در صحنه های خطر لطف خاص داره. فی ساعت الاسره یعنی گاهی وقتا مردان خدا در یه شرایطی که نمیدونن چه کنن، یارانشون با یارانشون چه کنن، با دشمن چه کنن، در شرایط حساس خداوند امدادهای غیبی رو میرسونه. هر کسی و هر یکی از این رهبران دینی در وقتی که مثلا در شرایط اقتصادی، در شرایط نظامی، در شرایط علمی، در شرایط اجتماعی، در شرایط سیاسی، به هر حال ساعت عسرت بوده برشون، یعنی ساعت تلخ بوده. در ساعت‌های تلخ خداوند لطفش شامل، یعنی خدا رهاتون نمی‌کنه.
لقد تاب الله على المؤمنین، خدا لطفش شامل حال پیغمبر و مهاجرین انصار میکنه. اونا که در ساعتهای تلخ پیرو به پیغمبر هستن، شما خدا رو دارید، خدا شما رها نمیکنه. همه انسان ها حتی پیغمبر هم نیاز به لطف خدا داره و نشانه ایمان واقعی اینه که انسان در شرایط سخت، در شرایط دشوار پیغمبرش و رهبرش رو رها نکند. بعد میگه ساعت الاسره، ساعت الاسره میخواد بگه یعنی سختی های ساعت بیشتر نیست، یعنی به هر حال اگر یه مدتی تلخی ها کمه، آسونی هاش بیشتره. تو قرآن عسر 12 تاست، یسر 36 تا، یعنی در مقابل هر عسر 3 تا یسره. اینه که شما فی ساعت الاسره، سختی ها مدتی کمه، طلبگی یه مدتی داره، فشار طلبگی، بعد وقت انسان عالم شد رفاهش بیشتره. دوره دانشجویی، دوره سربازی، دوره جنگ، دوره فقر، این دوره ها اگر کسی تأمل کنه نسبت به دورهای رفاه چیزی نیست، فی ساعت الاسره، یه ساعت بیشتر نیست. خب این آیه خلاصه میخواد بگه که ما طرفدارا خودمونو، پیغمبر، مهاجرین، انصار، یاران پیغمبر را تو تنگناها رها نمیکنیم. توکل کن به خدا. وقتی پیغمبر گفت بریم، بریم دیگه، شما شرایط زیادی میبینی که مریم فکر بود چه کنه، خدا از درخت خوشبش خورما داد، رتب انجنیه، پیغمبر تو غار چه کنه، یه تار عنکبوت آمد، هلیکوپترهای آمریکا حمله کردن به ایران، شن طبس به فریاد رسید. موسی یه مرتبه نگاه که دید یه مش یار داره جلوش دریا، پشت سرش فرعون، چه کنه؟ گفت دیگه خیلی است، پشت سر دشمن، جلو دریا، گفت اسادو بزن به دریا، من آب و برد خوش میکنم. در اون وقتهای بزنگاه خیلی از مراجع علما در یه لحظه های بسیار حساس یه مرتبه دری باز شده. امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، وقتی انسان مستر شد خدا یکشف السوء. لقد تاب الله على النبی، خداوند لطفشو بر پیغمبر و مهاجرین و انصار و او یارانی که در ساعتهای سخت پیغمبر رو رها نکردن، خدا لطفشو اینها بر میگردونه. گرچه یزیغ و قلوب و فریق، بعضی ها مثلا حتی میگفتن متا نصر الله، پس کی نصر خدا میاد؟ حتی زلزلو در قرآن یه جا داریم که مسلمان هم متزلزل شدن، متا نصر الله، پس کی میاد؟ ما چه کنیم دیگه، یعنی نخ باریک میشه، باریک میشه. اما وقتی یه مرتبه میبینی از خب یوسف چه کنه، زلیخا توطئه کرده، خودش آرایش کرده، همه درار بسته، الان خب یه یوسف در یه منطقه در بسته چه کنه؟ میگه فرار کن، من درو وا میکنم. فسبق الباب، سمت در بسته فرار کرد، یه مرتبه در بسته باز شد. خدا من در لحظه های حساس مچو میگیره، ما بنده باشیم خدا بلد خدا کنه. میلیاردها بار تجربه شده که در یک لحظه انسان فکر میده چه کنه، یه مرتبه با یک الهامی، با یک پرندهی، با یک توجهی، با یک انسانی، با یک فرشتهی، خدا لطفشو در ساعتهای سختی به افراد بر میگردونه. خدایا به ما ایمان بده که هرچی تو میخوای انجام بدیم و تمام مشکلات فرد و جامعه ما رو حل کن. والسلام عليكم ورحمة الله.